أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جبیر نیت جبیر نمیخواد، اما باید جبیر باشه. یعنی چی؟ یعنی ضرورت باشه، یعنی شکستگی باشه، زخم باشه، دمل باشه، اینا وقتی کسب روشه به خاطر ضرورته، این عیبی نداره. نیت جبیره نمیخواد، وضوش میشه وضوح جبیره، غسلش میشه جبیره فقط. اما اگر یه جایی چسبیده که ضرورت نداره، فقط غافل شده از این، نه غافل شده، نه فایده نداره نمازاش فقط. میدونم همین. اگر یه وقت یه چیزی را عمدن اختیارن چون ضرورت داره میچسبونه، یه جای شکسته است، یه جای زخمیه، یه جای دمله، این جبیره است. لازم نیست بدون جبیره است، لازم نیست اسم جبیره بگه. اما اگر نه چسب کاری میکرده، یه تیکه یه جای چسب چسبیده که نمیشه کندش و اینم نمیدونسته این چسبه، همین خلاصه. اگر اختیارنش اشکال نداره وضو جبیره است، اما اگر اختیارنش اشکال داره نه جبیره نی، باید قضا کنه. مثلا یه چیزی چسبیده بدون اینکه زخمی دوملی شکستگی چیزی باشه، نه حکم جبیره رو نداره. مثل آدمی که چشش درد میکنه نمیتونه وضو بگیره، حالا یه چسب میذاره رو چشش و جبیره میکنه، این باید تیمم کنه. یعنی ببینید جایی که نیاز به چسب داره شکسته است، آب رو شکسته نمیشه زد، به ضرر داره، باند میبنده یه چیزی، امثال اینا، این اشکال نداره، لازم نیست بدون جبیره است. علم به جبیره بودن لازم نیست، مسئله شو لازم نیست بدونه. اما اگه اینجور نیست نه، این وضوهاش باطله، نمازاش قضا داره، اگه روزه گرفته روزهاش قضا نداره. این مسئله خلافیه که عروم داره، فقه ها مختلف فرموده. برداشت من مثل جماعت دیگر این است که فرق نمی کنه جبیره یک تیکه از عضو باشه یا کل عضو باشه، وقت دیگه تیممش احتیاط استحبابیه، لازم نیست تیمم. چسبش الان اگر کندنش اینا حرج و ضرره این میشه جبیره، اشکال نداره. نمیدونسته نه جبیره نی، معلوم نی جبیره باشه. فرقش اینه اینجا ضرورت اونجا ضرورت نیست، معلوم نی. یعنی اینجا جبیره اصلا اسمش نیست، این یعنی واقعا حکم جبیره رو داره. چون این که میدونه قابل کندن نیست، این لا حرج میگیرتش، میگیره لا حرج. همین ما جعل علیکم میدونه من حرج میگیره اینجور موارد ها، اگه بگیره اشکال نداره، اما اگه هم شک کردیم اصلا عدم میشه. بله؟ ای
هذا فالبحث أكو بالعروة هم موجود محل خلاف بين الفقهاء. جماعة من الفقهاء وأنا أتصور هذا هو الصحيح أنه تقليد المميز صحيح. إذا كان صحيح بعد إذا قلد الأعلم ومات يستطيع يبقى على تقليده. أما على القول بأن تقليد غير البالغ مو صحيح لجماعة قالوا لا هذا تقليده للميت مو بقاء هذا ابتداء يكون. بله. ببینید رفت و برگشت اگر جمعاً 8 فرسخ هست این سفره چه 2 فرسخ بره از یه رای دیگه بیاد 6 فرسخ چه 6 فرسخ بره از یه رای دیگه 2 فرسخ برگرده اگه جمعاً 8 فرسخ هست این سفره اگر نه سفر نه گفتن بعضی ها اما غالبا این را نگفتن و از اطلاق روایات استفاده میشه که لازم نی رفتن یه جایی میخواد بره از یه راهی میره که 2 فرسخ به اونجا میرسه و بناش اینه که از راه دیگه برگرده که 6 فرسخ اون راهه مثلا این سفره چون 8 فرسخ هست بله غالبا قبول کردن اما بعضی اشکال کردن چون تو بعضی روایت داره 4 فرسخ بره 4 فرسخ بیاد گفتن این مثال خصوصیت نداره از باب اینکه 4 فرسخ بره 4 فرسخ بیاد میشه 8 فرسخ اون ملاک 8 فرسخ نه این عروه داره مسئله رو غالبا هم قبول کردن فرمودن که میسور وضو مسح برای این است که یک کسی دیگه رطوبت دست اینو بگیره بکشه به سرش اگه نمیتونه دستشو بالا کنه بکشه به پاش اگه نمیتونه دلا بشه یا پاشو بیاره بالا وقتی میسور میشه و همین صحیحه کی؟ حالا نایب لازم نیست اون قصد نیابت بکنه میسور برای این در وضوع اینه و همین کافیه این هم عروه داره اکثر فرمودن نه اگه یه شب میمونه این به هم میخوره اقامتش میرزای نائینی رضوان الله علیه و بعضی های دیگه گفتن نه اگه یه شب هم بمونه اشکال نداره اما غالبا اشکال کردن گفتن اگر میره یه 2-3 ساعتی 3-4 ساعتی یه صبح تا ظهر بر میگرده یه ظهر تا مغرب بر میگرده اشکال نداره اما اگه شب میمونه یا یه شبانه روز میمونه این اقامتش به هم میخوره چون قدر متیقن از اقامت این مقدار فاصله نیست روایت خاص نداره این برداشت از اطلاق ادله است بله في مسألة مد للنص الإطلاق يشمل اللي يشبعه واللي لا يشبعه
اما اذا اراد ما يريد ينطي خبز او حنطة او شعير او طحين، يريد يطي اكل له حد الشبع، شبع يكفي سواء اقل من 750 غرام صار او اكثر. نعم اذا فد واحد شبعه هواية فوق العادة او هواية تحت العادة، يعني فد واحد وفرضوا مثلا 3 كيلوات يشبعه، لا مو لازم يطيه، المقدار المتعارف، لان الاطلاقات تنصرف الى المصادق المتعارفة. وظیفه پدر و مادر حتی دیگران نسبت به امر به واجبات و نهی از محرمات قدر این است که زده نشه اون طرف، بیش از این واجب نیست. نه نکنه این را، روایت داره که قولوا للناس ما يعرفون ولا تقولوا لهم ما ينكرون، چون این ممکنه اثر سلبیش بهتر باشه، ممکنه این الان نماز بخونه اما زده بشه دیگه، از وقتی که پدر نمیفهمه یا یه جایی را اصلا نماز نخونه، وقت تزاحمه، وقت نباید این کار رو بکنه. علا کلن خلاصه نباید ما یک کار بدتر بکنه. گفت صلوات الله علیه لا في مطفي مطلق الروايات موجود أنه من الأصل، يعني ركعتان هما الفريضة والركعتان الأخريان هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قد ذكر في سبب هذه السنة، يعني سنة واجبة مو سنة مستحبة، في سبب ذلك أنه إكراما للإمام الحسن وللإمام الحسين، وهذا في المعراج صار هكذا، لكنه إكراما للإمام الحسن وللإمام الحسين عليه السلام، مو أنه قبل ولادة الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام في مكة المكرمة كانوا يصلون الظهر ركعتين، لا مو هذا، من أول صار الصلاة 4 ركعات ظهرا وعصرا، ركعتان بأمر الله عز وجل وركعتان الله عز وجل أوكل إلى رسوله وهو جعل ذلك إكراما للإمام الحسن والحسين قبل ولادتهما. بلی اكو هذا بعض الرا ما يخالف شكو بي، يعني ما في مشكلة هذه. ليش؟ لأنه لو كان الله عز وجل يعلم بأن المصلحة بالخمسين حاجة بعد النبي يروح يشوف حتى نزل لي حتى يصيروا 50، لا من البداية. شوفوا الفقهاء يذكرون في كتب العقائد موجود في بحار الأنوار مكرر مذكور أنه بدا لله، البدا بمعنى الإبداء، يعني الله عز وجل من قبل يدري
أنه رسول الله صلى الله عليه موسى عليه السلام هالشكل يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم هالشكل يطلب من الله. ففتشي بدوي أظهر إبداع، ولكن بالتالي ذكر ذلك الذي كان يعلم أنه سيقوله، مثل الإنسان اللي يحتاج حاجة يطلب من الله عز وجل من أهل البيت عليهم السلام الحاجة، بعد فترة ينطول حاجة من أول، الله يدري أنه هذا راح يطلب وراح يعطى حاجته. ولذا البداء بمعنى الإبداء بالنسبة إلى الله عز وجل وبالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام، ما بي إشكال. أولو القربى أرزقوا مستحب لا واجب. خوف دليل داره که این منافات داره با ادله ارث، وقت این حمله بر استحباب میشه. نه ظاهرش که اول قربای ورثه است، یعنی زید مرده پسرش یک وارثه، این پسر خاله داره، پسر خاله داره، دایی داره، پسر دایی داره که ربطی هم به پدر ندارن، عمه و عمو ربط به پدر دارن، اما خاله و دایی و اینا ربط به پدر ندارن. وقتی این اول القربای ابنه، اول القربای میت لازم نیم باشه، ظاهرش اینه. و اذا حضر القسمت اول القربا، یعنی اول القربای خود ورثه، نه اول القربای میت. حالا شاید، اما ممکنه اصلا اینجور بوده در اصل تشریع، اما بالاجماع و به ضرورت الفقه این واجب نی مستحبه. ضرورت مرد مسلمی اگر هم به صورت بخونه مرد میگذره نماز قضا شد، میتواند به جای حمد سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و تسبیحات عربه به قول و قلم نخونه. بله نه گفتن بعضی، اما غالبا گفتن نه، غالبا فرمودن نه حمد و باید بخونه، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، سوره ساقط میشه. بله نه مشهور نگفتن این را، تامم نیست ظاهرا، مفتابه مشهور نیست، چون حمد لا صلاة داره، اطلاق داره، اشکال نداره، اما اگر خلاف ظاهره لا صلاة کمال قرینه میخواد، چون میشه مجاز. میبینید لا صلات نفی حقیقته، لا صلات الجار المسجد داریم، اما اون دلیل داریم، یعنی قرینه داره که مقصود لا صلات کاملتن، هر جا ما نداشته باشیم، مثل لا صلات الا به طهور، لا صلات لمن لم یقم صلبه، لا صلات الا الى القبله الا به فاتحة الكتاب، اینا همش نفی حقیقت، ظهور در نفی حقیقت داره، لا نفی جنس، ظهور در نفی حقیقت داره، و هر جا نفی کمال باشه اون قرینه میخواد، مثل همه مجازات دیگه، مثل که امر ظهور در وجوب داره، هر جایی که بخواد استحباب باشه اونجا قرینه میخواد، چون امر در استحباب مجاز نه حقیقت. بله در نکاح صحیح اگر خواهری رو طلاق با این بده، اون وقت بلا فاصله میتونه اون میشی خواهر رو تزویج کنه. بله در این مورد که به شبهه به تدلیس با خواهر نزدیک
دفاع این میشه اینجا چرا باید ادعای نگهداری اون خواهر مدلسه باید ادعاش تمام بشه تا این بتونه به زودی خودش برگرده چون این مدلسه اون مدلسه بوده اما این مرد که مدلس نبوده این مرد شبهه بوده جدا شدنشون جدای باین باش خب خواهرشو بگیره در عقد دائم نه در عقد منقطع حالا این تأمل میخواد تأمل میخواد قاعدش همینه همینه که اگر طلاق رجعی بود چون طلاق رجعی زوجه است نمیتونه خواهرشو بگیره تا عده هست اما اگه با این بود نه اما در تدلیس حالا این تأمل میخواد در آخر وقت نماز مغرب و عشا عرض کردم فرق گذاشتن همون دیروز عرض کردم بعضی گفتن مغرب و عشا هر دو تا فجر بعضی گفتن مغرب و عشا هر دو تا نصف شب بعضی فرق بین مختار و مفطر گذاشتن که به نظر من این جماعتی هم همینو گفتن بعضی هم فرق بین مغرب گذاشتن گفتن مطلقات تا نصف شب مختار و مفطر نسبت به عشا مختار تا نصف شب مفطر تا فجر روایاتش هم مختلفه اینجور که تو ذهن من یه وقتی 11 قول دیدم هست درش اگر غیر مختار باشه بله برداشت من اینه که مغرب و عشا هر دوش للمختار الى نصف اللیل اداست و للمضطر هر دوش الى الفجر اداست نکاح الشغار بهش میگن پولی جنسی چیزی نبود به هیچ وجه اگه این نکاح شغاره این باطله نه نه نکاح باطله نکاح شغار اینه که این دختر را مقابل اون دختر مقابل این دختر دیگه پولی جنسی چیزی هیچی نمیذارن که مهر این دختر عقد نکاح اون دختر باشه فقط و مهر اون دختر عقد نکاح این دختر باشه این باشه دلیل خاص داره در جاهلیت بوده باطله اگه دلیل خاص نداشت گیری نداشت اما دلیل خاص داره باطله نکاح شغار بهش میگن اما اگر یه چیزی مهر بود این شرط بود هیچ اشکال نداره بله ثقفی در اونجا خوندم که روز تحمیل در موضوع قولا که اینها حضرت را حضوریت میخواندن حضرت نقل کرد دیگه بار نرفتن دستور داد چاقها رو بله حفظ بکنن و از چاقها نقل زدن اینها رو چاق انداد و از اون یکی چاق آتش رو و بعض زندهشون کردن چرا؟ خلاصه اینا اینجور چیزهایی که
بی نظیر یا کم نظیر در تاریخ اهل بیت علیهم السلام. اینا اگر مغارات همش مرسلاته، یه دونه مسند نداره، و خود این که صرف این که خودش مؤلفش این از عام نیست، خب این کافی نیست در ترتیب احکام. در احکام به نتیجه حجت میخواد، وقت اینا حجت نمیشه، وقت نظیر هم نداره. حالا وقت یک حاکمی باشه از این کارا خیلی میکرده، یه وقت نه یه دونه است، وقت این درسته یا درست نه نمیشه. بر امیر المؤمنین صلوات الله علیه که طرف تو رو به خودشون فحش داد، سب کرد، حرف های زشت زد تو روشون میزدن، کاری نمی کردن. وقت باید این یه دلیل قرص و قایمی میخواد که بگیم تامه. کسایی که جنگ کردن، شمشیر کشیدن، حضرت دفاعا اونها را از دم شمشیر گذرون، مثل خود پیغمبر و خدا صلی الله علیه و آله مشرکین را از دم شمشیر گذروندن. بعد از اینکه اونا حمله خودشون کردن و ابتدا کردن، پیغمبر و خدا دفاع کردن. بله، چند تا روایت داره، اما همش حمله بر تقیه شده، چون در یه موردش مسلم تقیه. بله 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 بله، چرا اشکال ندارد. بله، داره همونجا یه موردش که مسلمه، با یک کسی بودن که اون آدم بد بوده، منحرف بوده. آخه اشکال نداره، من و شما مگه تقیتن هم چی کاری بکنیم؟ اشکال نداره، گذشته از اینکه اگه طواف مستحب باشه که شبهه ای نداره. آخه معلوم نیست این طواف واجب بوده. بله داره روایت، چند تا روایت داره. بالنسبة إلى الزوجة أكو روايات خاصة، منها رواية رسول الله صلى الله عليه وآله في جواب هند، قال للنبي صلى الله عليه وآله إن أبا سفيان شحيح بخيل، وما ينطني الإمام النبي صلى الله عليه وآله قال له ما يخالف، ولعله إجماعكو. أما بالنسبة إلى الولد لا، لا يجوز، لا يجوز. إذا الولد يطلب دين من الأب، يعني من طفلوس للأب دين، أو الأب كسر رجل الابن اللي مديون لازم ينطي ديه وما ينطي، هناك ذمة الأب تكون مشغولة للولد، عود الولد ما يقدر لأن ذمة الأب مشغولة هو يشيل من فلوسه، لأن ولايته إعطاء المال على الأب نفسه لا للولد. نعم، إذا الأب ما ينطي والولد ما إلى طريق لأخذ حقه إلا بهذه الطريق اللي هو يشيل، هذا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، إذا أذن يجوز وإلا ما يجوز له. في مسألة الزوجة أيضا لولا الدليل الخاص الحكم هكذا يكون، لأن يعني الزوجة ما إلها ولاية على تعيين النفقة حتى هي تقوم تشيل، بس في الزوجة دليل خاص أكو. باعتبار أنها واجب النفقة على الزوج، وهذا نفسه يجي من
لا مو لهذا الدليل الخاص في هذا الواجب النفقة، لأن الواجب النفقة نفقة الأرحام أيضا واجبة، أما ما تصير النفقة الدين إلى ما أنت نفقة الوالدين فما فوق نفقة الأولاد فما نزل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ها أن قال